روابط افغانستان و پاکستان بیشتر از یک سال می شود که به سردی گرایده است. دلیل سردی روابط میان افغانستان و پاکستان حمایت پاکستان از گروه های راسفگن است که توسط افغانستان و کشورهای متحد به افغانستان پاکستان متهم به حمایت از گروه های راسفگن شده است. اما پرسش اساسی این است که اسلام آباد برای بهبود بخشیدن روابطش با کابل چه کارهایی را باید انجام بدهد تا حکومت افغانستان روابطش را با اسلام آباد بهبود بخشد. در این مورد بیشتر صحبت میکنیم با حضور مهمانانمان در این برنامه، آقایان دکتر عبداللطیف نظری، کارشناس مسائل روابط بین الملل، و همچنان عبدالشکور سالنگی، پژوهشگر کشورهای آسیای مرکزی. مهمانان گرامی، با بحث خیلی خوش آمدید. جناب دکتر، با بحث خیلی خوش آمدید. بحث را با شما آغاز میکنیم. در کل نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین را که برای بار نخست هم چنین یک نشست میان سه کشور برگزار میشود را چگونه ارزیابی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما مهمان گرامی، شما جناب آقای سالنگی و بینندگان محترم تلویزیون نور. من فکر میکنم که با توجه به شرایط خاص افغانستان این نشست میتونه سودمندی برای افغانستان داشته باشه، منتها این که ما توقع داشته باشیم این نشست بتونه مشکل افغانستان و پاکستان حل بکنه یا در ارتباط با صلح افغانستان گره های کوری را باز بکنه، من فکر میکنم با توجه به حضور پرقدرت ایالات متحده امریکا و همچنین وابستگی افغانستان به قدرت‌های غربی و از جمله امریکا و ناتو، این انتظار وجود ندارد که این نشست بتونه مشکلی که در حال حاضر در افغانستان وجود دارد و گسست‌های مختلفی که وجود دارد، گسست‌های چند لایه بین اعضای ارشد حکومت و همچنین حکومت و مخالفان و حتی شکاف‌های اجتماعی که در حال فربه شدن هست، من فکر میکنم که فرصت‌های داخلی را در ارتباط با صلح افغانستان از کشور ما سلب کرده. بنابراین آغاز برای گفتگوهای چند جانبه میتونه در آینده ارزیابی شود، اما باور من است که تا زمانی که چینایی‌ها احساس بکنن که گروه‌های افراطی و تروریستی از طریق افغانستان میتونه مرزهای چین را امن بسازه، اینا علایق خود نسبت به صلح همچنان ادامه خواهد داد. برگزاری نشست های پیرامون صلح افغانستان تازگی هم ندارد. چند نشستی پیش از این هم برگزار شده بود و نتیجه هم در پی نداشت. یک نشستی با حضور ایالات متحده آمریکا، افغانستان، چین و پاکستان در اسلام آباد برگزار شد. در پاکستان چنین یک نشستی در افغانستان برگزار شد. این نشست ها به نتیجه و پایان رسید. فکر میکنید با توجه به یک تجربه ای که از گذشته وجود داره، نشست سه جانبه چین، افغانستان، پاکستان میتونه یک نقطه امیدواری برای افغانستان باشه؟ من چنین باور ندارم. اشاره کردم که میتونه یک آغاز باشه برای تداوم گفتگوها در آینده، به خاطری که هم مشکل افغانستان و پاکستان یک مشکل تاریخی و سرشار از مناقشه و منازعه هست و هم در حال حاضر گروه های مخالفی که در برابر نظام سیاسی افغانستان می جنگن، اینا با توجه به حضور نیرومند آمریکا و همچنین پروژه سازمانیافته داعش، اراده بر ازی وجود نداره که صلح بکنه. به این معنا که هم کشورهای منطقه نگرانی را داره، بنابراین اینا هم تماس خود را با گروه های مخالف از جمله طالبا حفظ خواهد کرد تا از اینا به عنوان یک سپر دفاعی در برابر نفوذ داعش به کشورهای منطقه استفاده بکنه. سپاسگزارم آقای سالنگی. شما نگاهتان به نشست چگونه است؟ آیا یک فرصت خوبی است برای آغاز گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان و دیگر گروه هایی که میل گفتگو با حکومت افغانستان را دارند، همچنانی که پاکستان توسط حکومت افغانستان متهم به حمایت از گروه های راسفگن است؟ این نشست بستر را فراهم میکنه تا اگه با هم زدایی شود در رابطی که میان افغانستان پاکستان وجود داره و یک رابطی سردی است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام خدمت شما جناب آقای دکتر حضرت درباز و بینندگان محترم تلویزیون نور. ما میخوایم یک رابطه بین این نشست به ابتکار چین و استراتژی ایالات متحده آمریکا خدمت شما را بکنم. خب ما شما مستظر هستید که آمریکا در یه اواخر خیلی فعال شده در جنوب آسیا و یک استراتژی تدوین کرد که در اوج پاکستان به نقش سلبی پاکستان در آمدن صلح در افغانستان اشاره شد و به خصوص ترامپ خیلی موضوع گیری کرد و همونطور ردای پایین‌تر مقامات آمریکایی هر از گاهی چی به صورت رسمی و چی به صورت غیر رسمی، چی در افغانستان، چی در پاکستان و چی در هند و چی در خود آمریکا، از پاکستان نکوهش کردن و از سیاستاش و حتی به گونه تهدید آمیز پاکستان متوجه رفتارش ساختن.
خب و بحث خیلی مهمتر ای که هندستان در او استراتژی خیلی نقش پررنگ تعریف کردن و بنان یک کشوری که هم باید نظارت بر اعمال پاکستان داشته باشه و هم کاری بکنه که در افغانستان صلح بیاید. خب همگیش به ضرر پاکستان به اصطلاح تمام میشد. خب چینایی از اونجایی که با پاکستان یک رابطه بسیار قدیمی و نزدیک و به اصطلاح گسترده دارن و اینا با هم دیگر اشتراکات بسیار کلان امنیتی در سطح منطقه جنوب آسیا دارن و از طرف دیگر پاکستان به یک تعبیر اسرائیل چین در منطقه شناخته میشه. یعنی شما فکر بکنید که رابطه بین اسرائیل و امریکاست، چین رابطه بین پاکستان و چین وجود داره. از این خاطر چینایا برای از اینکه بخوان یک ابتکار علیه ابتکار امریکا، یعنی ائتلاف سپاهی را که امریکا ساخته، خودش امریکا و هند و افغانستان، علیه از او یک ائتلاف سپاهی دیگر را بسازه که شما اشاره کردین که پاکستان برای چین بسیار با توجه به موقعیتی که داره در برابر هند، با خصومت‌هایی که با هند داره، میتونه یک اسرائیل برای چین در منطقه تعریف شه، اسرائیلی که آمریکا در منطقه خاورمیانه داره. پاکستان برای چین اهمیت بسیار بلندی داره و افغانستان هم در مرز مشترکی با چین داره. از این جهت تهدیدات امنیتی که با متوجه افغانستان است، متوجه چین هم مطمئناً میتونه باشه. چقدر چین تلاش خواهد کرد تا روابط میان افغانستان و پاکستان بهبود پیدا کنه و همچنان بستر مبارزه با تروریسم بستر مشترک فراهم شود، این کشورها اقدامات مشترک علیه تروریسم را انجام بدن؟ خب درست است، یک سری اشتراکات امنیتی ایجابی بین پاکستان و چین و افغانستان وجود داره، اما او طرف قضیه اگر ما نگاه بکنیم، بین چین و پاکستان و هند یک وابستگی امنیتی سلبی وجود داره. بله. چینایا از حضور هند قدرتمندی که ایالات متحده آمریکا او را پشتیبانی میکنه و اهداف کلانیان برای او ترسیم کرده خیلی راضی نیستن و میخوان همواره هندستان نقشش به عنوان یک کشوری که فقط با هند با پاکستان رقابت بکنه و با پاکستان کلان جا بره و از سطح پاکستان فراتر نروره، اما را میخوان در استراتژی منطقه خودشان. بحث افغانستان که مطرح میشه، درست از چینایی نگاه مستقل به افغانستان ندارن، یعنی چینایی افغانستان به عنوان یک کشور مستقلی که همسایشان است و اشتراکات امنیتی متقابل دارن نمیشناسن. چینایی معمولا تعریف افغانستان از اینه که پاکستان میشناسن و آنچه که پاکستان در افغانستان انجام داد. متحده آمریکا در سالهای گذشته به افغانستان توجه داشته. پاکستان آنچه که حکومت ایالات متحده آمریکا برای پاکستان حساب میکنه برای افغانستان حساب نمیکنه و نمیکردم در گذشته و ما نتیجه این یک نوع شناختی را از افغانستان از دیدیم در رابطه افغانستان و آمریکا. ببینید جایگاه کشورها برای قدرت‌های بزرگ که میخوان در آینده به قدرتشون بیشتر شود خیلی مهم است. ظرفیت‌های که کشورها از لحاظ ژئوپلیتیکی ژئواستراتژیکی داره خیلی مهم است. پاکستان برای چین یک دهلیزی است که میتونه هزاران کیلومتر فاصله را که از طریق بر به مثلا خلیج فارس و به غرب آسیا بر سر کوتاه میسازه. بس مثلا همین کمربند تر یک کمربند یک را یکی از مهمترین راههای ازی یکی از مهمترین راه زمینی ازی از پاکستان میگذره و 46 میلیارد دلار هم چینی‌ها بر پاکستان سرمایه‌گذاری میکنن. حتی بدون از این مسئله، یعنی یک مسئله تازه است. ببینید روابطی که بین چین و آمریکا نزدیک شد در دوران جنگ سردی که آمریکا در مقابل شوروی قرار داشت، از طریق پاکستان صورت گرفت. این پاکستان برای آمریکا هم برای چین هم که شما گفتین کشور ساده نیست، کشور خیلی با ظرفیت است که تونسته دو تا قدرت در روز زمان همسو بسازه علیه شوروی. حتی چینایی‌ها از طریق پاکستان به مجاهدین افغانستان کمک می‌کردند، تا این حد مثلا در افغانستان اینا با هم دیگر ارتباط داشتن و از اون زمان بود که چینایا و پاکستانیا با آمریکا یکسو بودن، هندیا و شوروی و مثلا دولت افغانستان یکسو یک طرف دیگه بودن. همینطور قضیه امروز هم جریان داره. چینایا حراسشان از وجود ناامنی در افغانستان هست، ولی او عوامل ناامن کننده طالبان نیستن. یک بخشی از چین هم در سالهای پسین دستخوش ناامنی های کم و بیشی بوده. اویغورهایی که در منطقه چین زندگی میکنن یا منطقه به نحوی آزاد و خودگردان هم هست، این منطقه حکومت چین در این مناطق بیشتر مسلط نیست. اینها بیشترین منابع ناامنی را از آدرس افغانستان و تا جایی که مرز مشترک با افغانستان و پاکستان دارن میبینن. حکومت چین از این نوع نگرانی هایی را هم داشته در سالهای پسین. فکر میکنید از این جهت هم تلاش نخواهد کرد تا امنیت در افغانستان برقرار شود و در زمینه رسیدن حکومت افغانستان به صلح تلاش‌های صورت بگیرد؟ ببینید من با استفاده از این صحبت شما میخوام بگم که چرا چینایی‌ها همواره با آنچه پاکستان انجام میتن
به دیده نیک می نگرن، نه به اون چیزی که ما ادعا می کنیم یا مثلا آمریکایی یا پاکستان یا اینجا میگن. همواره ما این بحث مطرح می کنیم که چین در افغانستان ملاحظات امنیتی داره و اویغورایی که در اونجا دایی استقلال طلبی دارن، اونا امکان داره در افغانستان بیان لانه بگیرن و اینجا تقویه شون و تجهیز شون و اونجا صادر شون. ولی در عمل ما چنین چیزی رو نمی بینیم. یعنی در طول 20 سال بعد از اینکه طالبان به میان آمدن، فوری از طریق پاکستان چینیا با طالبان مذاکره کردند و حتی سفیر چین در اسلام آباد با آمد در قندهار مذاکره کرد و تضمین از طالبان در زمان حاکمیتشان گرفتند که شما به هیچ گروه اویغوری یا به اصطلاح استقلال طلب یا اون چینیا تصور میکنند توریست ها اجازه ندین در خاکتان به علیه ما این کار را بکنند و طالبان این تضمین را به اونا دادن و امروز هم طالبان این کار انجام میدن. یعنی در 15 سال گذشته هیچ اویغوری تحت لوای طالبان علیه چین فعالیت نکرده. ترسی که چین داره از گروه هایی است که اونا خارج از قلمرو طالبان قرار دارن، مثل داعش و مثل گروه هایی که اینا یک ارتباط ارگانیک با گروه های آسیای مرکزی یعنی هم گروه های مثل تحریک اسلامی ازبکستان و سایر گروه ها دارن و بنابراین پاکستان و چین اوضاع امنیتی منطقه را کنترل میکنن و اگر پاکستانیا از عوامل نامی علی افغانستان استفاده میکنه و علی هند استفاده میکنه، در این راستا چین هیچ به اصطلاح رفتار پاکستان نمیکنه. سپاسگزارم جناب دکتر، نگاه شما چی است؟ چین دقیقاً پاکستان دقیقاً نقش را بر چین ایفا میکنه که اسرائیل در منطقه خاورمیانه و ایالات متحده آمریکا در برابر رقیبان ایالات متحده آمریکا مثل جمهوری اسلامی ایران ایفا میکنه. از این جهت اهمیت بسیار بلندی چین برای پاکستان برای چین داره و نقش افغانستان در این نشست ها میتونه کمرنگ هم حساب شود. با توجه به موقعیتی که افغانستان داره و جنجال های را هم همیشه به کشورهای همسایه اش خلق کردن کشور، مثلا به چین جنجال امنیتی خلق میکنه، به کشورهای آسیای مرکزی جنجال های امنیتی خلق میکنه و حتی به جمهوری اسلامی ایران که در مرز مشترک طولانی هم با افغانستان داره. فکر میکنید برای افغانستان فرصتی داده میشه تا به مسائل داخلی خودش بپردازه و این نشست ها چنین زمینه ای را مساعد بکنه؟ خب ببینید، افغانستان در حال حاضر به عنوان یک واحد سیاسی مستقل از نظر قدرت‌های تاثیرگذار منطقه تعریف نمیشه، بلکه یک کشوری که منافعشان همسو و هم نظر هست و تاثیرپذیر است از منافع منطقه ایالات متحده آمریکا. بنابراین این فرصت وقتی برای افغانستان فراهم میشه در حوزه صلح، ثبات، سازندگی که افغانستان منافع خود را از منافع آمریکا بتونه تفکیک کنه که چنین زمینه‌ای در حال حاضر وجود نداره. بنابراین این نشست‌ها بیشتر به خاطر نگرانی و تشویش های هست که قدرت های منطقه از مخاطراتی که برای منافع ملی از اینا ممکنه در آینده باز تولید شوه شکل میگیره. با توجه به اینکه در راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا چین و روسیه از جمله کشورهای تفسیر شد که چالش و مانع در برابر ارزش های آمریکایی ایجاد میکنه و نظم لیبرال دموکراسی یا نظم لیبرال بین المللی که آمریکا او را میخواید همه شمول یا فراگیر بسازه این کشورها ایجاد میکنه و همچنین با توجه به راهبرد خاورمیانه آمریکا که ایران به عنوان یک خطر برای منافع آمریکا و اسرائیل و به تعبیر آقای ترامپ متحدان منطقه آمریکا تعریف میشه، بنابراین افغانستان نباید انتظار داشته باشه با توجه به روابط استراتژیک که با آمریکا داره، پیمان امنیتی که با آمریکا داره، حضور گسترده نظامی امنیتی و اطلاعاتی که آمریکا در افغانستان داره که این کشورها بیای برای افغانستان کار بکنه. در واقع نگرانی چی نیست که هم آمریکایی‌ها در تبت نفوذ خود را افزایش نده و اون منطقه را در واقع از اشراف و کنترل چین از بود اطلاعاتی خارج نسازه و هم از طریق پروژه دایسازی سینکیانگ را ناامن نسازه که فروپاشی چین از درون در دستور کار خود قرار بده و هم تقویت تایوان به عنوان یک نقطه بسیار مهم و استراتژیک در مناسبات بین المللی چین و تحریک هند از سوی آمریکایی ها، اینا کلا مخاطرات هست که به گونه ارتباط پیدا میکنه با حضور آمریکا در افغانستان. بنابراین چینایی ها تلاش میکنه که از هر فرصت حداقلی استفاده بکنه و حداقل اون موضعی انفعالی و محافظه‌کارانه‌ای که قبلا در سیاست خارجی خود نسبت به افغانستان داشت او را کنار بگذارد. حالا با توجه به تهدیدات امنیتی که در افغانستان هست، این کشورها تلاش میکنن تا منافع خودشان را تامین میکنن و حکومت افغانستان به نوعی در این نشست ها و گفتگوهایی که وجود داره میان کشورهای مختلف و از جمله نشستی که امروز در چین برگزار شده تلاش هایی را میکنن تا منافع خودشان را داشته باشن. حکومت افغانستان تلاش هایش چقدر سودمند بوده و از جمله نشستی که امروز در چین برگزار شد و قرار است این نشست ها دوام هم داشته باشه؟ من باورم است که افغانستان در حال حاضر در یک وضعیت قرار داره که از چهار طرف
دوچار مشکل و معضل فرهنگی، تاریخی، هویتی و حتی تمدنی هست. بله. بنابراین یک نظامی که از درون دوچار مشکل باشه و نتونه یک ثبات در نظم سیاسی داخلی خود ایجاد بکنه، توقع نداشته باشه که کشورها او را جدی بگیره. حتی همی ایالات متحده آمریکا که احساس میکنه همه در واقع کارگردانی تحولات منطقه را از طریق افغانستان زیر نظر داره. بنابراین من فکر میکنم که نقش ما وقتی میتونه در مناسبات بین المللی برجسته و برازنده باشه که حداقلی از مناسبات در کنترل ما باشه. در حال حاضر چنین روند مشاهده نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که افغانستان از این نشست ها سود زیادی را به خرج یا به دست نخواهد آورد و برعکس هزینه های زیادی را در واقع بر جا خواهد گذاشت. تحولات چون من اشاره کردم نوعی تنیشی که بین افغانستان و پاکستان وجود داره، با توجه به مناسبات تاریخی که بین چین و پاکستان وجود داره، ما نباید انتظار داشته باشیم که چین به عنوان یک کشور حافظ صلح منطقه و از جمله علاقمند در تحولات اقتصادی افغانستان و حتی ترمیم زیرساخت‌های افغانستان، پاکستان رها بکنه و به نفع افغانستان این تحولات مدیریت بکنه. پاکستان اولویت داده میشه از طرف چین. من فکر میکنم که هم چینایی ها و حتی آمریکایی ها در یک نگاه استراتژیک تر پاکستان ترجیح خواهد داد، به خاطر اینکه توانایی هایی که پاکستان داره، ارتش قوی و نیرومند داره، استخبارات بسیار پیچیده داره و این تحولات منطقه یا توازن قدرتی که در جنوب آسیا بوده یا حتی قرار بوده در آسیای میانه برقرار شوه، بیشتر از منظر سیاست خارجی پاکستان رقم خورده برای این کشورها. بنابراین من فکر میکنم که انتظار افغانستان از این نشست ها یک انتظار کاملا دیپلماتیک، نمایشی و نمادین هست. پاکستان برای چین از این جهت قابل اهمیت است که میتونه در برابر هند به عنوان یک رقیب منطقه‌ای چین بیسته، اما افغانستان هم تهدیدات بسیار جدی میتونه برای چین وارد کنه از آدرس تروریسم. فکر نمیکنید این هم افغانستان هم برای چین قابل اهمیت باشه، چون در همسایگی قرار داره و مرز مشترک طولانی هم داره؟ ببینید، چینایی ها همواره تحولات افغانستان را از عینک پاکستان بهش نگریسته و مورد توجه قطع نظر قرار داده. بنابراین در حال حاضر که مناسبات افغانستان و پاکستان مناسبات پرتنش هست و پاکستان دست باز را در تحولات افغانستان نداره، چینایی ها مستقیم این تحولات مدیریت میکنه. چرا؟ چون افغانستان همواره برای چینایی ها یک دردسر بوده، همون گونه که برای سایر کشورهای همسایه بوده. یک کشوری بی ثبات، دولت های ورشکسته و در موارد استبدادی هیچ گونه میتونه صلح در او سرزمین و جغرافیای خود بازگردانه. بنابراین همیشه کشورهای همسایه یا از مواد مخدرش رنج دیده، یا از پدیده مهاجرتش آسیب دیده، یا از جنگ های در واقع نیابتی که در اینجا وجود داشته، یا شکاف های قومی و هویتی که در اینجا بوده، با توجه به اینکه بافت فرهنگی افغانستان با کشورهای همسایه و منطقه به گونه‌ای در هم تنیده، بنابراین کشورها متاثر بوده از چنین وضعیتی. به همین دلیل بوده که وضعیت زمینه مداخله را هم فراهم کرده، یعنی یک روند دوسویه بوده. بنابراین من فکر میکنم که چینایی ها در حال حاضر بیشتر نگرانی حضور ایالات متحده آمریکا و نوع روی کرده هست که سیاست خارجی افغانستان با توجه به نیازمندی هایی که به آمریکا داره، با توجه به وابستگی هایی که به آمریکا داره، بیشتر این روندها را تحت تاثیر قرار داده و مورد توجه قرار میده. سپاسگزارم. آقای سالنگی، در این روزها روابط اسلام آباد و ایالات متحده آمریکا هم چنان خوش به نظر نمیرسد. در عین زمان روابط کابل و اسلام آباد پرتنش است و افغانستان، پاکستان و این کشورهایی که در منطقه هستن از آدرس تروریسم به نوعی متضررن. در این زمان چند روز پیش رئیس جمهور ترامپ اعلام کرد که رقیبان جهانی ایالات متحده آمریکا میتونه چین و روسیه باشه. با توجه به این وضعیت و فضایی که تازه ایجاد شده در روابط میان این کشورها، فکر میکنید یک فرصتی است برای افغانستان یا در واقع یک چالشی است که تازه برای افغانستان خلق شده؟ از یک طرف ایالات متحده آمریکا در افغانستان نیرو داره و عملا حکومت افغانستان توسط آمریکا حمایت می شود. ببینید، برای افغانستان، برای کشورها، تمام کشورها، یعنی در صد نظام بین‌الملل می تونیم یک به اصطلاح حکومت عام صادر بکنیم که هر روندی که کشورهای دیگه روی دست می گیره می تونه هم فرصت باشه هم چالش باشه. بله. نظر به اوضاع داخلی کشورها، ما میتونیم فرصت و چالش را تسام تشخیص بدیم. شما فرض بکنید که برای ایران که نظام نسبتاً با ثبات داره، یا فرض کنید برای ترکیه یا برای کشورهای دیگری،
هر نوع تحولات و مثلا معادلاتی که در منطقه رقم بخوره اونا میتونن از اون به نوع خوب استفاده بکنن. میبینید مثلا در موضع من مثال خدمتتون عرض کنم، در موضع سوریه، در وضعیت بخش سوریه ترک ها از وضعیت خوب آگاهی داشتن و تونستن از روسا خیلی استفاده خوب ببرن، تا حدودی نشان دادن که با روی کردها و به اصطلاح با رویایی که روسا در پیش گرفته همسو هستن. هرچند یک اتهام وارد بود که یکی از پدران داعش ترکا میتونه باشه، یعنی با توجه به اون ظرفیتی که داخلی کنا داشتن و الا میتونه به عنوان یک چالش تبدیل شود. کردای مثلا ترکیه بخیزد علیهش و داعش اونجا برن و خلاصه یک دردسر به وجود شود. برای افغانستان که مرکز توجه و فشار ژئوپلیتیکی همواره بوده و خصوص در دوران جنگ سرد و امروزه وجود داره، همه روندهایی که اتفاق میفته به عنوان یک چالش تصور میشه از نظر من، چون هنوز در افغانستان یک دولتی که بر اساس مثلا یک ملت، یعنی بر بنیاد یک ملت شکل گرفته باشه وجود نداره. امروزه در افغانستان روند ملت سازی تکمیل نشده و ما یک ملت نیستیم که بتونیم حداقل چالش های بیرونی که بر ما میایه یا فشارهای بیرونی که میایه یا فرض بکنید بادهای تندی که از شرق و غرب بالا میمه اونا را دفع بکنیم. حالا بحث دولت سازی و ملت سازی یک بحث شاید کلان باشه که در این برنامه نباشه، اما فکر میکنید به تازگی وضعیتی که در افغانستان و در منطقه شکل گرفته با توجه به سخنانی که ترامپ داشته و حکومت افغانستان هم به نحو مستقیم تحت حمایت ایالات متحده آمریکا است و سالانه بودجه بخش کلان از بودجه افغانستان از بودجه ایالات متحده آمریکا است، فکر میکنید چی وضعیت بر افغانستان پیش خواهد آورد؟ من میخواستم امور عرض بکنم، در علم روابط بین الملل، یعنی روابط کشورها در علم روابط بین الملل مبتنی است بر مسائل داخلی از اونها. بله. اما طوری که یک تعریف خیلی جامع و پذیرفته شده تا حدودی وجود دارد از منظر علمای روابط بین الملل که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. بله. خب وقتی که در وضعیت بی ثباتی وجود داشته باشد، تشدد پراکندگی وجود باشد، ملت شکل نگرفته باشد، ساختارهای دموکراتیک وجود نداشته باشد، بر سر تبدیل یک ولی مثلا کش و قوسای به میان بیاید، قدبندی های قوم به میان، شما چطور تصور میتونید بکنید که اینا بدن در سیاست خارجی از فرصت به میان نمیاد که اینا با سیاست خارجی بپردازن، با مسائل بیرونی بپردازن؟ کمایی که گروه های دولت برانداز هم در کمین هستن و همواره میگن که خب این دولت ضعیف است و ما توانایی نابودی زیرا داریم، کافی است که فقط آمریکایی ها از اینجا بیرون برن، یا حتی با وجود آمریکایی ها میگن ما این کار انجام میتونیم. ما وقتی که مسئله رو گفتم، ثبات داخلی و بی ثباتی داخلی کشورها بر نقش بیرونی از اینا منطقه و جهان خیلی تاثیر داره. شما معتقد بر این هستید تا زمانی که حکومت افغانستان با کشیدگی های داخلی و چالش هایی که در داخل حکومت مطرح است فائق نهایتا نمیتونن در بازی های کلانی که در منطقه وجود داره این بازی ها را به نفع خودشان بچرخونند؟ کاملا یک چیز طبیعی است، یعنی من نمیتونم نمیگم که به عنوان یک فرضیه، یک چیز مورد و پذیرفته شده است که وقتی شما در داخل بی ثبات باشید، خب عوامل بیرونی به راحتی میتونه بی ثباتی شما را تشدید بکنه و با توجه به فشاری که عرض کردم، میبینید چین امروزه فرمودی خود شما ترامپ گفته که رقیبای احتمالی ما چین و روسیه است، این گپ نیست، رقیبای اصلی ایالات متحده، حتی دشمن ایالات متحده چین است، روسیه است و رقیبی که تبدیل به یک دشمن در آینده شاید شود برای آمریکا چین است. اینا همه فشارشون در کجا متمرکز است؟ با توجه به صحبت های جناب استاد در افغانستان، چون ایالات متحده در افغانستان حضور داره، پس برای دولت افغانستان که یک نظام قوی داشته باشه میتونه از اینا به عنوان یک فرصت استفاده بکنه. بله. یعنی شما معمولا در علم روابط بین الملل هر کشورها بر میزانی که ضعیف باشن بازم به میزان تاثیرگذاری دارن بر رفتار قدرت‌های بزرگ. او در صورت میشه که این کشورهای ضعیف در داخل یک انسجام و یک همسویی و یک انسجام داشته باشه، ولی در غیر صورت خب میبینیم که وضعیت اشتباهه. تشکر جناب دکتر. حالا حکومت افغانستان در جایگاه یا مشخصا افغانستان در موقعیت قرار داره که از یک طرف آمریکا اعلام میکنه که دشمنان ما و حتی رقیبان ما فقط دو کشور میتونه باشه، روسیه و چین. آقای سالنگی هم اشاره بر این کردن که روسیه و چین یک دشمن یا رقیب احتمالی ایالات متحده آمریکا نیک، بلکه یک رقیب شمار شده ایالات متحده آمریکا هستند. حکومت افغانستان هم به گونه مستقیم توسط آمریکا حمایت شده و حمایت هم میشه، 16 سال هم میگذره از این مسئله. فکر میکنید یک فرصت را برای حکومت افغانستان پیش آورده یا یک چالشی است که حکومت افغانستان تازه با این چالش گرفتار شده؟ بحث مبارزه با داعش، با گروه های راسفگن و حمایت آمریکا از داعش که اتهاماتی است بر آمریکا وارد است. خب ببینید، ایالات متحده آمریکا هم میتونه بخشی از مشکل باشه، هم بخشی از راه حل. منتها نوع روی کرده که حکومت افغانستان در دوره حکومت وحدت ملی در پیش گرفته و همچنین بعد از سر کار آمدن آقای ترامپ در ایالات متحده آمریکا، در واقع این راه حل ها روز به روز کمرنگ میشه.
بلکه ایالات متحده به عنوان یک چالش داره مطرح میشه. دقیقا در همین دوره است که ما شاهد گسل‌های ساختاری و هویتی در داخل افغانستان هستیم و یک خطر بسیار جدی سیر نباید کس دست کم بگیره، چون عملا توان ما را به تحلیل میبره. دومی که در شرایط فعلی با توجه به شخصیت سیاسی که آقای ترامپ داره و همکارانی آقای ترامپ که بیشتر از یهودی‌های صهیونیست تشکیل شده، پیرامون افغانستان همه به عنوان دشمن تعریف میشه. چین دشمن تعریف میشه در استراتژی یا راهبرد جدید امنیت ملی ایالات متحده. روسیه همچنان که قدرت خود بار دیگر احیا میکنه و صدای مخالفت خود را با یک جانبه‌گرایی در نظام بین الملل بیشتر به گوش جهانیان میرسانه، دشمن تعریف میشه. ایران در خاورمیانه یک تهدید جدی برای منافع آمریکا و اسرائیل تعریف میشه. بنابراین اینا کشورهایی هستند که در مجاورت افغانستان قرار داره و از نظر تاریخی، فرهنگی و تمدنی همواره در واقع یک روند دوسویه داشته، تاثیرپذیری و تاثیرگذاری داشته. با توجه به چنین وضعیتی من فکر میکنم که اگر تغییری در رویکرد سیاست خارجی آمریکا شکل نگیره، این کشورها تماس خود را به خاطر حفظ منافع ملی و امنیت ملی خود با گروه‌های مخالف حفظ خواهد کرد. برغم این طرف که ایالات متحده آمریکا پس از این یا حتی از سال‌های پیش به این طرف برای افغانستان یک چالش بوده، بیشتر از یک فرصت حضورش، اما حکومت وحدت ملی باورش بر این است که توانسته کارهای زیادی را در این مدت انجام بده، مثلا روابط اقتصادی و تجارتی با کشورهای آسیای مرکزی ایجاد بکنه، بنادری گذشته از بنادری که با پاکستان وجود داره را باز بکنه و افغانستان از گروگانگیری های پاکستان به نحوی رهایی پیدا بکنه. فکر میکنید چرا وقتی حکومت افغانستان تانسته با این کشورهای دیگر روابط با حضور ایالات متحده آمریکا برقرار بکنه، با پاکستان تانسته یک روابط درستی داشته باشه، این نشستی چین میتونه این فرصت را مساعد بسازه حکومت افغانستان و پاکستان روابطشان را مثل گذشته عادی بسازن؟ خب من فکر میکنم که اگر ما از بود تبلیغاتی و نمایشی بگذاریم، نگاه واقعی گرایانه داشته باشیم، آورده و نتیجه و دستاورد و پیامد این سیاست بر افغانستان چیست؟ بله. ببینید، یکی در واقع یک ادعی با نگاه تبلیغاتی نه کارشناسی تلاش میکنه که در واقع افغانستان را در دوره جدید مرهون از دستاوردهای دیپلماتیک، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باز تعریف بکنه، من فکر میکنم بیشتر روندهای تبلیغاتی و نمایشی میتونه داشته باشه. آیا میزان مردمی که امروزه زیر خط فقر زندگی میکنه، وضعیت اقتصادی مردم افغانستان درش بهبودی به وجود آمده، وضعیت امنیتی مردم افغانستان درش ارتقا صورت گرفته یا نه، وضعیت شکننده تر شده؟ شما ببینید در گذشته ها حداقل اماکن مذهبی و دینی به گونه مسئولیت داشت، امروزه او هم وجود نداره و اگر در گذشته ها داعش یک توهم تفسیر می شود، امروزه عملا عملیات را هر روز در قلب کابل انجام می ده و مسئولیتش هم به عهده می گیره. بله. ببینید امیر رقم، شما در ارتباط با ثبات سیاسی داخلی و بحث ملت سازی اگر قبلا در حالت تعلیق قرار داشت، در حال حاضر در حال فروپاشی قرار دارد. اگر ما نگاه واقع بینانه داشته باشیم، ببینیم فضای بی‌اعتمادی، بدبینی هم در داخل گروه های تاثیرگذار سیاسی در داخل کشور روز به روز در حال افزایش است و روز به روز ما شاهد هستیم که سنگرهای قومی بار دیگر در واقع مورد بازبینی قرار می گیره. امیر رقم، در حوزه تنش ما با کشورهای همسایه، ما از یک طرف در واقع بازگو می کنیم و نمود می کنیم که روند وابستگی افغانستان را از نظر تجاری، بازرگانی و اقتصادی به پاکستان یا بندر کراچی کاهش دادیم و از طرف دیگر وقتی که بندر چابهار زمینه برای توسعه صادرات و واردات افغانستان در شکل می گیره، نگاه هایی که در داخل افغانستان مورد توجه قرار میگیره یک نوع تنشی خفته با ایران هم داره در معرض نمایش قرار میده. ببینید وقتی که ما با همسایه های خود دوچار تنش باشیم و از این طرف وقتی که روسیه احساس میکنه که 11,000 داعشی در افغانستان وجود داره و این داره یک تهدید برای روسیه و کشورهای همسو با روسیه ارزیابی میشه، مفهومش است که دیگه افغانستان او جایگاه معتمد در سیاست خارجی روسیه نداره. من فکر میکنم که ما یک کمی نیازمندی هستیم که از توهمات خود خارج بسازیم و از روندهای در واقع عوامگرایانه پوپولیستی که بیشتر
اقناع افکار عمومی یا فریب افکار عمومی رو در معرض داوری خود قرار میده خود رها بسازیم، نگاه واقع بینانه داشته باشیم که در آینده بتونیم به ثبات بیشتر با پوزش افغانستان رو در این وضعیت که قرار داده ایالات متحده آمریکا یا سیاست‌های غلطی که حکومت افغانستان مشخصا حکومت وحدت ملی در طی چند سال گذشته روی دست گرفته، چالش‌های داخلی در افغانستان مطرح است، ما باعث بسیار کلان و جدی‌تر دیگر ما برداشت میسته که ما نیازمند بازگشت به خیشتن هستیم. ببینید افغانستان تا زمانی که به گذشته‌های فرهنگی، تاریخی، تمدنی، هویتی و واقعیت‌های موجود در داخل افغانستان باز نگرده و همچنان در واقع تفکر سلطه در افغانستان وجود داشته باشه، افغانستان نمیتونه به یک مرحله ثبات برسه و یک دولت قوی و نیرومند و یک ملت همگرا داشته باشه. و این قدرت ملی هست که جایگاه شما را در مناسبات منطقه‌ای و بین المللی تعریف میکنه. شما وقتی که از داخل دچار گسل‌های اجتماعی و گسست‌های هویتی و شکاف‌های اجتماعی هستین، هیچگاه نمیتونید به عنوان یک قدرت تاثیرگذار نتیجه برای افغانستان داشته باشه. من باورم نیست که این نشست‌ها سودمند هست از این باب که میتونه یک قدمی باشه برای آغاز گفتگو، ولی فراموش نکنیم که 16 سالی گفتگو همچنان ادامه داشت در قالب‌ها و عناوین مختلف، قربانی های زیادی در داخل گرفت، اما ای که جنگ را در واقع ختم بکنه یا جغرافی های بیشتر از کنترل مخالفان خارج بسازد، چون اتفاق نیفتاد، برعکس یک گروه تروریستی دیگه به نام داعش رشد کرد در اینجا و طالبان هم جغرافی های بیشتر را تصاحب کرد و در واقع بحث داخلی افغانستان هم عملا به محاق فرو رفت. سپاسگزارم. آقای سالنگی، 16 سال بیشتر میشه حکومت افغانستان و طالبان و دیگر گروه‌های مخالف مسلح افغانستان گفتگو میکنند. این گفتگوها و این نشست‌ها نتیجه را در پی نداشته. فکر میکنید نشست سه جانبه چین، افغانستان و پاکستان که دور اولش برگزار شده و قرار است این نشست دوام هم داشته باشه، میتونه نتیجه را در پی داشته باشه، یک حداقل روزانه را باز کنه برای دوام گفتگوهای دیگری که طالبان بخششون مایل به این هستند با حکومت افغانستان گفتگو کنه؟ بقیده ما بر میزانی که نشست برگزار شوه چنان که جناب استادم فرمودند خوب است. ما از اینکه بیکار بشینیم، از اینکه صرفا مصروف جنگ باشیم، بالاخره تروهای دیگر رو باید تمرین بکنیم، آدرس های دیگر رو باید بریم دقلبا بکنیم درشانه. این یک امر خوب است، یک امر مطلوب است. بالاخره اگر 16 سال چه اگر 100 سال می کار ادامه پیدا بکند، در گذشته در زمان حکومت یابد کرزای رئیس جمهور پیشین افغانستان نشست های برگزار شد، فیصله های شد، بخشی از زندانی های طالبان که در زندان های افغانستان بودند آزاد شدند، اما این زندانی ها دوباره رفتن به صف مخالفان پیوستند و در برابر حکومت سلاح گرفتند. دیروز هم نشستی شورای علما بود، یکی از عبدالسلام ضعیف، یکی از نماینده های ارشد پیشین طالبان که از رهبری طالبان بود در گذشته و در حال حاضر در کابل است، گفت که 40,000 بیشتر از 40,000 زندانی طالبان در زندان‌های افغانستان هستند، باید آزاد شوند. اینا اگر آزاد شوند دوباره چی تضمینی وجود داره به صف مخالفان نپیونده؟ دقیقاً این کار انجام میشه، چون بله. چون صف مخالفان خیلی فربه است، هیچ فروکشی درش وجود نداره، هیچ به اصطلاح امیدی هم وجود نداره که ما فکر بکنیم این مخالفان روزی از پا در آورده میشن یا وادار به این میشن که بیان به میز مذاکره بنشینن. حالا یک استراتژی ایالات متحده ترسیم کرد که خیلی نگاه خوشبینانه در افغانستان به وجود آورد که گویا آمریکا میخواهد که این بار با استفاده از زور و همچنان که لعن ترامپ هم بود با استفاده از زور مثلا قضیه افغانستان رو یکسره بکنه، طالب از میدان بدر بکنه، ولی خب صرفا این مسئله وجود نداره. یعنی ما امروز اگر بخوایم بیایم مثلا بگیم که طالب با استفاده از زور از بین میره، خب اون طرفی که طالب حمایت میکنه کشورهای دیگه، خب اونا هم به طالب زور میدن، یعنی بازم اون جنگ تجدید پیدا میکنه و ما یعنی برچیدن بساط جنگ از افغانستان با استفاده از زور هیچگاه ما ندیدیم که مثلا وجود داشته باشه یا یک مثلا رای باشه. فرض بکنید حتی در دوران جهاد مجاهدین از سالهای 2001 تا 2003 حدودا هم به نحوی هم تا 2007 وضعیت همین گونه بوده و با استفاده از زور تانسته حکومت افغانستان بخشهایی را امن بسازه. فکر نمیکنید نتیجه داشته باشه؟ پس از اون گفتم شکل کرد طالبا ایالات متحده در قبال طالبا تغییر کرد. ببینید حرف ما صرفا منتفی ساختن زور و قوی قریه نیست. خیلی خوب است یک دانشمند آمریکایی میگه شما حرفتون نرم بزنید ولی یک چماق کلان در دست داشته باشید. بله. تا که شما زور بر طرف نشانتید، خب طرف تمکین نمیکنه. زور باید باشه در میدانهای جنگ. خب بدبختی دهیست که با کدام استراتژی، با چه تعریفه و با چه مثلا ابزاره. خب وقتی که در شما فرمودید
در زمان آقای حامدکرزی خیلی زیادی از زندان ها رها شدند. این زندانیان به این قصد رها نشدند که اینا برن تبلیغ کنند در بین طالب که خب ما دیدیم در افغانستان هیچ مشکلی وجود نداره، شما بیم مثلا به پروسه صلح بپیوندید. اینا به این نیت انجام شدند که از یک تبار خاصی در زندان ها متمرکز شد، بعد اینا آزاد شوند. چرا در زندان ها تنها از اینا باشند؟ اکثرا مثلا تا دیدگاه خیلی و امروز هم بس روند صلح افغانستان با جنگ ریکارد قومی دنبال میشه. یعنی بس خب حالا مثلا اگر صحبت های یک متیار اینا بگذاریم که گفتن جنگ افغانستان با ریکارد قومی اینا، نه، جنگ افغانستان پلوهای مختلف داره. یعنی شما میدونید نسبت های مختلف به جنگ افغانستان بدید، نسبت منطقه‌ای به جنگ افغانستان بدید، امروزه نسبت جهانی به جنگ افغانستان با وجود با حضور داعش در افغانستان بدید، نسبت قومی بدید، نسبت منطقه‌ای بدید، نسبت حتی مثلا اقتصادی بدید. ببینید بخش بزرگی از جنگ افغانستان خیلی ها را فربه ساخته، حتی در درون نظام، حتی در بیرون. ناامنی فرصت پیدا فرصت ایجاد میکنه برای مردم که برن مثلا به جای گندم خشخاش بکنن و چندین برابر سود حاصل بکنن، بدون اینکه فکر بکنن این کار ما به ضرر دولت و به ضرر ملت و به ضرر مردم خود ما است. ناامنی باعث میشه که یک تعداد مثلا افراد سوء استفاده جو از این فرصت استفاده بکنن، مثلا با قاچاق مواد مخدر مبادره دارن. ناامنی باعث میشه که یک تعداد پول هنگفتی از دولت در یک جای به عنوان عملیات مثلا حیف و میل بکنن در بیرون. حالا شما گفتین که جنگ و اصول افغانستان روی کردهای مختلف و متفاوت را میتونه دنبال بکنه. حکومت افغانستان باید برای رسیدن به این بسل چی روی کرده ها و ابزارهای را روی دست بگیره و در واقع از چی دروازه هایی باید داخل شود؟ این اولین گام که حکومت افغانستان باید برداره که او به نفع افغانستان باشه، به نفع صلح افغانستان، ثبات افغانستان و توسعه افغانستان و ملت شدن افغانستان باشه، ایست که باید اول در درون مشکلات از بین بره. طالب یک بخش ادعای طالب ایست که خب با کی ما بریم مذاکره کنیم، اینا که یکی در کلی دیگه میزنن، طرف ما کی است؟ خب ما اگر میگه جنگ، اما در سالهای گذشته این کله زدن ها وجود نداشته، حداقل در داخل به نوع یک پرچگی وجود داشته به گونه نسبیش. امروز این چند پرچگی و چند دستگی به وجود آمده در حکومت وحدت ملی، ولی در حکومتی پیشین به رهبری حامد کرزی چنین چیزی وجود نداشت. 13 سال اون حکومت دوام کرد اما طالبان به میز گفتگو حاضر نشدند. میبینید طالبان مرز میکنم خدمت شما، یک نسبت قضیه طالبان ایست که خب ما یک حکومتی در گذشته داشتیم، باید دوباره او حکومت اعاده بکنیم. اینایی که حکومت ما را آمدن غصب کردن با زور دیگرها، باید اینا را ما بیرون برانیم. این مثلا کاری بود که طالب انجام میداد و بخش بزرگی از طالبان با همین نیت کار میکردن. ولی این را فراموش نکنیم که اتهامای خیلی کلانی وارد است از آدرس آمریکایی‌ها که در داخل دولت افغانستان در همین حکومت 13 ساله با ثباتی که شما میفرمایید عوامل طالبان را دوباره پرورید. کتاب رابرت گیز خیلی مسائل ساده را بیان نمیکنه. پس ما نمیشه که این مسائل را نادیده بگیریم. در یک ثبات کاذب طالب پروریده شد، فرصت برای طالب داده شد. این فرصت را شاید آمریکایی‌ها داده باشند، شاید مثلا دولت داده باشه، شاید اغفال صورت گرفته باشه. سرمست از اینکه آمریکایی‌ها که ما در افغانستان آمدیم بالاخره به او آرزوی دیرینه خود رسیدیم و ما هم سرمست از اینکه یک کشور قدرتمند را در کنار خود داریم و دیگه تمام چیز گل و گلزار شده، غافل شدیم از او به اصطلاح حرکت‌های مخفی که طالب انجام داد در هلمند و قندار و جای دیگه با حمایت پاکستان و کشورهای دیگه. چون یک بحث دیگه هم وجود داره، چرا که جناب استادم گفتن پیرامون افغانستان کشورهای متخاصم آمریکا گرفته. خب شما چه توقع دارید از جمهوری اسلامی ایران که مثلا ایالات متحده علیه استراتژی تعدیل میکنه و میگه باید نظام ایران ما در نهایت ساقط بکنیم و بعد حضور آمریکا را در کنار خودش تحمل بکنه؟ خب طبیعی است که علیه از این نورای را میشورونه. روسیه که امروز آمریکا میگه که ما با روسیه مشکل داریم و ما با روسیه رقیب هستیم و حتی در موضع اوکراین ما دیدیم که عملا آمریکایی‌ها نیتای سوی در قبال روسیه داشتن در بحث سیاست مرکزی، در بحث قفقاز. ما چه توقع داریم که روسیه بیاد در افغانستان مثلا باز آمریکا را حضورش نادیده بگیره؟ یا بحث چین و بحث خیلی پرانگ پاکستان است. پاکستانی که افغانستان همسایش که با او اشتراکات بسیار گسترده و کلانی‌دارم رفته در کنار رقیبش شد، شما از پاکستان توقع دارید که در اینجا بیکار بشه؟ پس این مسائل باعث میشه که طالب و فرصت برای طالب و زمینه برای طالب و حتی کمک و پول برای طالب داده شده تا نقشش پررنگ شود. جناب دکتر، حالا پیرامون افغانستان را کشورهایی گرفته که همشان در مخاصمت با ایالات متحده آمریکا بزرگترین حمایت کننده و تمویل کننده حکومت افغانستان قرار دارد و وضعیت داخلی هم در افغانستان به گونه بسیار تاسف بار جریان دارد. نیروهای سیاسی و جریانهای سیاسی و رهبران سیاسی بر سر و کله یکدیگر در حال کوبیدن هستند. با این وضعیت چگونه یک امیدی میتوان داشت که صلح در افغانستان آمدنی است و روی کردهایی هم که حکومت افغانستان دنبال میکنه را چگونه ارزیابی میکنید؟ خب یک نکته را من اشاره کنم که همه کشورهایی که امروزه از دید آمریکایی‌ها دشمن تعریف میشه و چالش ایجاد میکنه در برابر ارزش‌های آمریکایی و منافع آمریکا، در آغاز حضور آمریکا همه همکاری کردند. حتی کشوری که هم روندهای
ایدئولوژیک داره و هم روانهای سیاسی و هر دوش در تقابل با آمریکا قرار داره مثل جمهوری اسلامی ایران. اینا از شکلگیری یک نظام مردم سالار، البته با توجه به اون زمان با نقش مهمی که اتحاد شمال در ساختار قدرت داشت، همه ایشان حمایت کردند از یک ساختار دموکراتیک مردم سالار، و چین و روسیه همچنین دیدگاه را داشتند. بنابراین همه کشورها به منظور ریشه‌کن ساختن تروریسم، چون تروریسم تعریف یا تهدید برای همه از کشورها بود، حمایت خود اعلام کردند. منتها بعد از اینکه اینا احساس کردند ایالات متحده بحثش ثبات افغانستان نیست، بلکه حضور بلند مدت در این جغرافیا و رصد کردن تحولات منطقه و مدیریت این تحولات و کشاندن ناامنی و بی‌ثباتی به داخل کشورها، یعنی اهدافی را که آمریکایی‌ها سال‌ها برای خود ترسیم کرده بود، حضور خود را در این منطقه تثبیت کرد. این مسئله باعث شد که نگاه این کشورها با آمریکایی‌ها و حتی در حال حاضر به دولت افغانستان درش تغییر ایجاد شود. ما با کلانهای طالبان یک سفر داشتیم در قطر، ملاقات کردیم با تمام از اینا، حرفای از اینا رو ما شنیدیم. اینا در واقع روی یک نکته اجماع نظر داشتن که آمریکایی‌ها هر باری که ما خواستیم صلح بکنیم، در واقع از آدرس‌های مختلف مانع در برابر صلح ایجاد کردن. یعنی باور از اونا این بود که آمریکا اصولاً نمیخواد که در افغانستان صلح شود. چرا؟ چون تثبیت حضور آمریکا. اما بحث حکومت افغانستان این است که پاکستان نمیخواد در افغانستان صلح شود، چون پاکستان عملاً بر گروه‌های راسفکن مسلح طالبان اشراف داره و نمیگذاره اینا با حکومت افغانستان رو در گفتگو کنن. اشاره‌ای که ما کردم، یکیش میتونه مو آدرس‌های مختلف پاکستان باشه و دیگه‌ش شماره از کشورهای منطقه باشه. حتی اونا البته چون در قطر بودن، شاید منظورشون این بودن که مثلا قطر هم یکی از این مواردها هسته. بنابراین میگفتن آمریکایی‌ها همیشه با ما در تماس و مذاکره بودن. حکومت افغانستان این مسئله را فکر میکنید فهمیده؟ مثلا دفتر سیاسی طالبان در قطر مسدود شد و قرار است یک دفتر سیاسی برای طالبان در کابل باز شود، میتونه این فرصت ها را مساعد بسازه؟ من باورم است که اصولا اراده برای صلح پایدار در افغانستان وجود نداره، همان گونه که متاسفانه اراده برای تکمیل پروژه دولت سازی و ملت سازی در افغانستان وجود نداره. هم در این حلقه های داخلی تاثیرگذار است و هم حلقه های بیرونی. اراده این در دستگاه حکومت افغانستان نیست یا ممانعت های وجود داره و این اراده را نمیگذاره عملی شود؟ حکومت افغانستان ما نباید یک حکومت یک دست تصور بکنیم. در این حکومت تفکرهای مختلف وجود دارند، اندیشه های سیاسی مختلف، گروه های سیاسی مختلف. مفهوم از این حرفی نیست که کل بدنه حکومت وابسته به آمریکاست و پروژه های خارجی ها رو به پیش مبره. نه، بخش های از حکومت هست. رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که تصمیم گیرنده های اصلی هستند، به نحوی توسط جان کری اینا آمدن به کرسی هایشان معرفی شدند. وزیر خارجه پیشین ایالات متحده آمریکا، این تصمیم گیرنده ها در واقع توسط آمریکا حمایت می شود. خب ببینید، یک مشکلی در واقع پیچیده سیاسی هست که من پیشتر اشاره کردم ما نیازمند بازگشت به خویشتن هستیم. پیامش دقیقا همین نکته بود که اگر ما بخوایم یک افغانستان نسبتاً مستقل و یک افغانستان نسبتاً باثبات و توسعه یافته داشته باشیم که در او همگرایی به جای واگرایی نقش بازی بکنه، در واقع نمیتونیم با روندهایی که در حال حاضر جریان داره در حکومت به او اهداف خود دست پیدا بکنیم. سپاسگزارم آقای سالنگی. به عنوان آخرین پرسش بحث میخوام نظر شما را هم داشته باشم که حکومت افغانستان در حال حاضر قرار است یک دفتر سیاسی برای طالبان در کابل باز کنه. در گذشته جناب دکتر هم اشاره کردن به پیامدهای دفترهایی که در خارج از افغانستان برای طالبان باز میشد. فکر میکنید میتونه زمینه گفتگو را مساعد بسازه؟ در نهایت حکومت افغانستان پانچ به عنوان صلح در نظر دارد دست پیدا میکنه؟ ما یک نگاه دیگه به این مسئله دارم، همچنان که صحبت های جناب استاد کاملا بجا و درست تو خیلی کوتاه است که آمریکایی ها میخوان یک صلح در افغانستان به وقوع پیونده، و اما اصول باید از منظر و از دیدگاه و از مکانیزم و از ساختاری که آمریکا تعریف میکنه باشه. بله، آمریکایی ها یک ثبات در افغانستان میخوان، ولی اون ثبات باید مستقیما ربطی به حضور آمریکا در افغانستان داشته باشه. یعنی قدرت های دیگه باید اون ثبات شریک آمریکا نباشند. با این اعتبار شاید آمریکا تلاش کنه که برای طالبانی که امروز سرکه شدن و رفتن با آدرس‌های مختلف، این روی کرد چقدر تحقق یافته در سه سال عمر حکومت وحدت ملی؟ منظورتون روی کرد
آمریکا آنچه میخواهد حکومت افغانستان باید ببینید انجام بده و اصلا مشکل داشت مشکل نیست که آمریکایی مساله را میخوان. آمریکایی‌ها میخوان که طالب یا بخصوص طالب سایر گروه ها را خود باید نابود شه. مثلا دایش اینا خود جایگاه ندارن. طالب باید بیاد آدرس آمریکایی همچنان که آقای حکمتیار آمد در صلح افغانستان شریک شوه و علی آمریکا تر نکنه. اما کشورهای دیگه که امروز طالب اجازه نمیتن که بیا بر روی میز مذاکره که آمریکا درست کرده بشینن به خاطر اون مسائلی است که آمریکا در افغانستان دارن. تشکر عبدالشکور سالنگی پژوهشگر مسائل کشورهای آسیای مرکزی و دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه و همچنان آگاه روابط بین‌الملل از حضورتان در این بحث و سپاسگزار از شما بیننده های گرامی که تا حالا بیننده آخر خط از نور بودید. شب بخیر، خدا نگهدار.